نورسنج دوربین ما وظیفه داره که نور صحیح تصویر رو اندازهگیری بکنه و اگه داریم با استفاده از مودهای اتوماتیک و نیم اتوماتیک عکاسی میکنیم خودش میاد نور رو تنظیم میکنه و اگر داریم روی مود منوال عکاسی میکنیم با استفاده از نمودار اکسپوژر value این نور صحیح رو به ما اعلام میکنه تا ما بتونیم با استفاده از تنظیمات مثلث نوردهی این نور صحیح رو تنظیم بکنیم اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این نور صحیحی که میگیم آیا همیشه واقعا صحیحه؟ سلام من مهدی مکاس و مدرس عکاسی. موضوع چیه؟ موضوع اینجاست که این نور سنجی صحیحی که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی وقتها واقعا صحیح نیست. عموما دو جا این اتفاق پیش میاد که چیزی که دوربین داره به عنوان نور سنجی درست به ما اعلام میکنه واقعا هم درست نیست. یک زمانی که دوربین دوچار خطای نورسنجی میشه که جلوتر بهتون میگم کجا و دو زمانی که شما یا ما به عنوان عکاس تصمیم میگیریم که به هر دلیلی نور دوربین رو بالاتر یا پایینتر از چیزی که دوربین تشخیص داده تنظیم بکنیم این درسته که نورسنج دوربین های امروزی بسیار بسیار دقیق هستند و با استفاده از یک سری الگوریتم خاص میان و نورسنجی رو به صورت خیلی دقیقی انجام میدن اما مسئله اینجاست که دوربین هنر رو درک نمیکنه از مفاهیم هم خبری نداره شاید شما به عنوان عکاس به عنوان یک هنرمند با هدف خاصی یا به دنبال مفهوم خاصی عکستون رو بیشتر یا کمتر نوردهی بکنید تو هر دو این موارد یعنی هم خطای نورسنجی هم تشخیص عکاس ما نیاز داریم که خطای نورسنجی دوربین رو جبران بکنیم در واقع اینجوریه که ما داریم به دوربین میگیم آقا یا خانم دوربین اگه تو با استفاده از این نمودار داری به من میگی صفرت اینجاست یعنی نورسنجی صحیحت اینجاست من بهتر از تو میدونم دو استاپ نور رو زیادتر کن و حالا این نورسنجی صحیحه یا سه استاف نور رو کمتر کن این نورسنجی صحیحه در واقع ما با این کار داریم معیار نورسنجی دوربین رو با هدف با تصمیم خودمون تغییر میدیم پس تا اینجا فهمیدیم که امکانی به نام جبران نورسنجی چقدر امکان پر اهمیتیه توی دوربین ما چه قابلیت مهمیه اما چجوری باید باش برخورد بکنیم بریم جلوتر بهتون بگم بریم سراغ حالت اول که خطای نورسنجیه این خطا کجاها رخ میده؟ زمانی که داریم از اجسام خیلی تیره مثل اجسام سیاه رنگ یا اجسام خیلی روشن مثل اجسام سفید رنگ اکسی میکنیم به طوری که بیشتر کادر ما رو این اجسام پر کرده باشن دوربین معمولا رنگ سیاه رو تاریکی تشخیص میده و میخواد که نور رو زیاد بکنه زمانی که این اتفاق میفته جسم سیاه ما دیگه سیاه ثبت نمیشه چون که نوردهیش بیش از حد بوده خاکستری ثبت میشه توی عکاسی از اجسام سفید هم همینطور اجسام سفید رو دوربین نور تشخیص میده و تصمیم میگیره که نور تصویر رو کم بکنه و اجسام سفید رنگ ما هم به دلیل کمتر نوردهی شدن خاکستری ثبت میشن در واقع دوربین قدرت تشخیص رنگ رو از میزان روشنایی نداره و ما اینجا باید بیاییم و این خطا رو جبران بکنیم بذارید یه مثال براتون بزنم شما توی یک روز برفی رفتید بیرون و میخواید از منظره عکاسی بکنید که سراسر از برف پوشیده شده برف سفیده دوربین فکر میکنه که این صحنه نور خیلی زیادی داره پس تصمیم میگیره که نور رو کم بکنه اگر رو حالت اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک باشید خودش این کار رو انجام میده نور رو کم میکنه و برف شما خاکستری ثبت میشه اگر رو حالت منوال نورسنجی باشید با استفاده از نمودار به شما میگه که نورتون بیش از حد و نور رو کم بکنید و اگر شما نمودار رو روی صفر قرار بدید میبینید که رنگ سفیدتون خاکستری ثبت شده پس ما اینجا میایم و میبینیم که دوربین چقدر نور رو کاهش داده برای مثال دو استاپ میایم جبران نورسنجیمون رو به اندازه دو استاپ افزایش میدیم یعنی در جهت مثبت حالت عکسش هم دقیقا صادقه فرض کنید که شما دارید از یک گربه سیاه توی پس زمینه تیره عکاسی میکنید دوربین فکر میکنه که عکس خیلی تاریکه پس میاد نور عکس رو افزایش میده فرض کنید یک استاپ اینجا دوربین دچار دو خطا شده پس شما میاید نورسنجی رو در جهت منفی یک استاپ جبران میکنید ما با این کار داریم در واقع تشخیص غلط دوربین رو اصلاح می‌کنیم به این صورت که به دوربین می‌گیم تو تشخیص دادی که این نور درسته الان نور رو دو استاپ زیاد کن حالا این نور درسته اگه فکر می‌کنید این ویدیو براتون مفید بود ویدیو رو لایک بزنید اگه از مطالب این کانال خوشتون میاد کانال رو سابسکرایب بکنید خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهد.